ایجاد تلکابین در محوطه تاریخی تاقوسان تبدیل شده به یک داستان 20 ساله، داستانی که هرچند از همون زمان تا امروز چند بار در جلسات مختلف مدیریت شهری بررسی و مطرح میشه، اما به نظر میرسه با مشکلاتی مواجه هست که تا امروز اون رو به تعویق انداخته. از مهمترین مشکلاتی که میشه بهش اشاره کرد بحث ثبت جهانی این محوطه تاریخیه، ثبتی که تا الان بر اساس تجربیاتی که میراث فرهنگی در محوطه های تاریخی دیگه ای داشته نشون میده که حریم منظری هر اثر تاریخی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در ثبت جهانی اون اثر. خبرهایی که در طول چند ماه گذشته از تاقوسان تاریخی منتشر شده بیشتر حول همین بحث احداث تلکابین در این محوطه تاریخی مربوط میشه، هرچند مدیریت شهری اونطوری که نشون داده میشه به طور کامل با این طرح موافق هستش، اما میراث فرهنگی و فعالان میراثی یکی از مهمترین مشکلاتی که این محوطه تاریخی رو با اون درگیر میدونن بحث ثبت جهانی این محوطه است که در صورتی که احداث تلکابین انجام بشه و به سرانجام برسه میتونه حریم منظری این محوطه تاریخی رو مخدوش بکنه و در این صورتی که اون تجربه‌ای که در طول چند سال گذشته میراث فرهنگی در شهرهای مختلف از جمله تهران و اصفهان داشته برای حریم منظری محوطه های جهانی اینجا هم درگیرش میشه و با توجه به اینکه هنوز این محوطه در فهرست میراث جهانی به ثبت نرسیده و فقط سال 2007 در فهرست موقت یونسکو ثبت شده میتونه جلوگیری بکنه از این اتفاق و در واقع تاقوسان هیچ وقت در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت نرسه. موضوع تلکابین که مطرح کردید بخشش هم به گردشگری مربوط میشه، بخشش هم به میراث فرهنگی. یکی از مطالباتی که از سنوات خیلی دور در استان کرمانشاه وجود داشت تو بحث گردشگری این بود که استان کرمانشاه، درسته که بالاخره جاذبه تاریخی فراوانی داره، بیش از 4200 اثر تاریخی داره، طبیعت خیلی زیبایی داره، روستاهای خیلی زیبایی داره، اما با وجود همه اینها زیرساخت لازم گردشگری را نداره و گردشگرانی که به استان میان عموماً از نبود خیلی از امکانات تفریحی شاکی هستند. استانهای همجوار ما مثلا مثل همدان شروع کرده بودند، مثلا این زیرساختها را تکمیل کرده بودند که معروفترینش خب همین تلکابین بود در اثر تاریخی گنجنامه، در اون محدوده تاریخی گنجنامه، و همواره این سوالات و این تناقضات بود که بالاخره گردشگری مثلا در استان همدان رونقش از کرمانشاه بیشتره و علتش هم اینه که اونجا بالاخره همچین زیرساختایی در اطراف مکانهای تاریخی اونها که من گنجنامه رو با تاقوسان مقایسه میکنم، چون بالاخره اونجا هم یک وضعیت همچین وضعیت طبیعی و بالاخره اکوتوریسم و تاریخی و هم از همه جنبه ها میشه مقایسه کرد با اون با تاقوسان، توانسته اونجا کلی گردشگر جذب کنه، رونق اقتصادی به وجود بیاره و همدان از نظر نرخ بیکاری تقریبا جز کمترین استانهای کشور، شاید بکنم دومین استان کشور نظر پایین بودن نرخ بیکاری باشه، کرمانشاه رتبه اول بیکاری کشور داره. همه این مطالبات خب نشان از این میداد که علی رغم پتانسیل های فراوان کرمانشاه بالاخره این زیرساخته وجود نداره، لذا تصمیم گرفته شده بود در سنوات خیلی دور حدود 15-20 سال قبل یک همچین طرحی تو کرمانشاه اجرا بشه که مهمترینش همین تلکابین تاقوسان بود که اون زمان مثلا در دهه 80 که بحث شده بود این مصوب شده بود و میراث فرهنگی هم بلامانه برای این موضوع داده بود مسئولانه. بله بله، و متاسفانه مطالعه کرده بودن کار شروع نکرده بودن، فقط مطالعه مصوب شده. سال 92 تصمیم میگیرن که کار شروع بکنن، تو مطالعه دوباره استعلام میگیرن و دوباره مسئولان اون موقع میراث هم با توجه به همین مباحث دوباره بلامونه داده میشه و دیگه عملیات اجرایی به نوعی شروع میشه، نقشه ها و اینا. سال 95 مجدد بعد از یک وقفه ای که فکر میکنن که این عملیات نقشه اجرایی ممکنه تغییر بکنه به لحاظ فنی مشکل خودش و نه مشکل میراث، باز مجدد بلامانه از طرف میراث فرهنگی به اینها داده میشه. پس سه بار ما کتبا بلامانه دادیم برای طرح تلکابین در صنوات مختلف. موضوعی که من آمدم میراث فرهنگی و سال گذشته مطرح شد این بود که دغدغه‌ای مطرح شده بود که بالاخره ممکنه این آسیب بزنه، بحث شد، بررسی شد مجدداً پیرو اون مجوزایی که اینا کارو شروع کرده بودن و چون
پیشرفت زیادی هم داشت پروژه و یه نگرانی هایی هم از نظر باستانشناسی وجود داشت که ممکنه مثلا ما در محل این ستون ها لایه هایی از آثار تاریخی داشته باشیم یا به قول معروف اثری که ارزش فرهنگی داشته باشه. دقیق تر بگم این نگرانی رو در ما وجود آورده بود، لذا جلسه مجدد تشکیل شد که بالاخره ما مجوز احداث دادیم. پروژه هم 60% پیشرفت داره، چون الان گفتم 60% از این نظر که خب این خرید تجهیزات بیشتر خرید تجهیزات اینجور پروژه‌ای، خرید تجهیزاتش رو انجام دادن. چطور وقتی هنوز سخت در واقع تایید نهایی رو نگرفته اونا شروع خب کردن؟ اونها بر همون اساس همون مجوزهای قبلی رفته بودن، مثلا در سال 93 بعضی از پایه‌ها رو حتی رو کوه هم زده بودن، این پایین هم پایه زده بودن. بله بله، اونا مربوط به شاید بگم 5 6 سال قبل یک سری کارهای اجرایی شروع شده بود، ایستگاه‌ها و بالاخره پایه‌ها و اینها. یعنی بعد از مجوز سال 92 بعد آره همون 86 92 95 و اینا، اینا اون کارا رو کرده بودن و دیگه داشتن پیشرفتشون زیاد میشد. نهایتا اونجا مقرر شد که پژوهشگاه باستان شناسی کشور بیاد کاوش کنه اون جای پایه ها رو در اون قسمت های بالایی به خصوص در دشت کاوه اینها و نتیجه رو بگه. شهرداری هم تعهد داد که اگر این لایه فرهنگی باشه اون مسیر پایه های بالایی رو تغییر بده، مثلا به سمت فکر کنم شمالتر موضوع که از دشت دور بشه، که حالا ما منتظریم پژوهشگاه جوابش رو بده. نامه هم زدیم که باید پژوهشگاه در این خصوص کارشناس پژوهشگاه کی بود برای بررسی پروژه؟ فکر کنم دکتر بیگلری بودن. بله ما منتظریم اونا نظرشون رو در مورد اون پایه های آخری بدن. اگر اون پایه های فرهنگ داره شهرداری تعهد داده که اون پایه ها رو اونجا نصب نکنه، ببره به سمت شمالتر. پایه های آخری که توی دست بله بله بله. حالا پژوهشگاه نتیجه کتبی ما بگه، ما هم اعلام میکنیم به شهرداری در این خصوص اون سپای انتهایی. طبق صحبت که مطرح شده تا الان گویا میراث فرهنگی یک کارشناسی رو در واقع معرفی کرده برای اینکه بیاد محوطه دشت کاهو رو ببینه و حتی یک بررسی مطالعه هم انجام بده که در واقع از این نظر که اونجا یک محوطه تاریخی نیست که آسیب وارد نشه. الان طبق صحبتی که شما دارید میفرمایید همه چیز همه برنامه ها چیز شده، ولی هنوز کارشناس میراث فرهنگی در واقع کارشناس باستان شناس میراث فرهنگی هنوز اظهار نظرش رو اعلام نکرده به صورت رسمی. من که نگفتم کارشناس رسمی کرده، اصلا کارشناس من نمیدونم بالا رفته یا نرفته، اونو من مطلع نیستم، ولی در واقع اون بالا آثاری وجود نداره، آثار تاریخی قسمت دشت دیده نمیشه، ولی ممکنه که زیر چیز باشه در واقع توی خود محوطه دشت کاهو. ممکنه همینجا منان آثار باستانی به شما حفاری کنی برید زیر زمین، ما که نمیدونیم اینا. او چیزی که ما داریم میبینیم فعلا تاغبستون و ایناست، ممکنه شما هر جایی رو بکنی حفاری بکنی آثار باستانی در بیاری. ما نمیتونیم بگیم چون حالا مثلا اینجا اینه اینجوریه، ولی الان در حالت اون بالا خبری از آثار باستانی وجود نداره. آثار باستانی ما فعلا طاق بستانه و اون نمادین و اون در واقع خط ها و ایناست. اون بالا چیزی که به ما تا حالا گزارش نشد. خب همین دیگه، میگن که خدمت در واقع قرار بوده که باستانشناس بیاد اول اونجا رو بررسی بکنه بعد اعلام بکنه که میتونید تلکابین رو تا اون دشت کاهو بکشید یا نه. خب بیادم تازه فرض مثالم در آینده اونجا آثار باستانی باشه، ساخت و سازه ما سازه سبکه، ساخت و سازه ما به صورت چوبیه، هرچی هم بخواد باشه همه اینا قابل حمل و قابل جمع‌آوریه. ما همین الان تو قسمت این امور پارکامون هم حتی این پایینه کاری که داریم انجام بدیم به عنوان یه مرکز در واقع رستوران و تفریگاهی، همه اینا هم داریم با سازه سبک انجام میدیم، همه پیچ و مورایی، همه هم چوبی. یعنی هر کاری که ما داریم تو قسمت بالا انجام میدیم قابل برداشت هستش، طبیعت رو ما به هم نمیذاریم. هر موقع اینا به این رسیدن که اونجا در واقع آثار باستانیه، چیزی پیدا کردن، حفاری کردن، نمیدونم اون برنامه خاص خودشونو داشتن، ما میتونیم براشون جابجا بکنیم ببینیم کجا. همه جای ایران که آثار باستانی نیست، هنوز هیچ کار اجرایی رو کار چرا اونا ایستگاه پایینشون رو تو محاطه پارک کوهستان و اینا زدن، بعد از یک سری پایه ها رو هم زدن، یک سری پایه ها رو هم که از قبل هی زده بودن دارن اونا رو هم تکمیل میکنن. الان سرمایه‌گذارم خدا رو شکر
قراردادش بسته شد، بعد از اینکه فراخوان زده شد برنده شد. خب اینا یه پروسه قانونی داره دیگه، بعد اینا طی بشه ممکنه مثلا یه چند ماهی هم طول بکشه، ولی خدا رو شکر به خاطر اهمیتی که وجود داشت برای این پروژه تلکابین و همه دوست داشتیم این تلکابین زودتر را بیفته. خیلی سریع با پیگیری زیاد این اتفاق افتاد و الان هم پیمانکار در واقع در شرف زدن فوندانسیون این تاورها و پایه های خود تلکابین هست. حتی پیمانکار رفته اتریش و کابین های اینا رو خریداری کرده، کابل اینا رو خریده، اون در واقع امکانات لازم رو که جهت راه اندازی تلکابین هدش آره خریداری کرده که بتونه از طریق مرز عراق اینا رو وارد کشورمون بکنه. و یه سری امکاناتش هم که مال داخل خودمونه که به هر حال خیلی هم استاندارد و خوبه که در جای دیگه هم داره استفاده میشه، مثل کرمان، مثل همدان، این جاها هم در واقع از این امکانات استفاده شد. اون چیزی که در جلسه‌ای که هفته قبل شما میگید مطرح شده اصلا راجع به مجوز نبوده، راجع به تغییر کاربری زمین بوده که راه شهرسازی کاربری اونجا فضای ساز بوده، حالا گفتن فضای کاربری میشه گردشگری. اون اصلا راجع به موضوع مجوز جدیدی برای احداث تلکابین از سوی ما نبوده. اون چیزی که در مورد کار تلکابین هست برمیگرده به مجوزهای قبلی. اون صورت جلسه ای هم که تنظیم شده بود و شما هم نشان دادید، بند اولش که نوشتن موافقت اصولی، اون بند اول به موافقت اصولی منظور موافقت اصولی در حوزه گردشگری ماست، نه میراث فرهنگی، که ما نامه زدیم که آقا اصلا این موضوع موضوعیت نداره، چرا که ما اصلا اصولا برای دستگاه های دولتی موافقت اصولی صادر نمی کنیم، اصلا نمی توانیم به لحاظ سرمایه گذاری به کسی. نامه کلمه کل بند اولش رو زدیم، منتها بند دومش که گفتیم که اگر ثبت جهانی به این، چون فعالین به ما نامه زدن که ممکنه این اتفاق بیفته، گفتیم آقا چون این بحث زیاد روشه در مورد ثبت جهانی که ثبت جهانی طاقوستان چه موانعی داره، اینکه مثلا تلکابینه، نمیدونم رستورانای اطرافشه، ساخت و سازهای اطرافشه، بحث اون روستای قدیمی طاقوستانه، بحثای اون رستوران هاست، بحثای خود ارزم به خدمت شما همین بالاخره حریمشه، طبیعتش، خیلی مباحث هست که میشه روش بحث کرد راجع به این بحث جهانی شدن طاقوستان. اونجا خب گفتم خب بالاخره فقط تلکابین که نیست، به فرض میگم اگر باشه بالاخره شون ممکنه ایراداتی بگیرن، خیلی از ایرادات دیگه هم وجود داره، مثل هتلای اون اطراف، رستورانهای اون اطراف، که اینها موارد اورژانسی تری از این موضوع هستن به فرض. و اصلا ارزیابی مگه شده از ما سوال کردن در این خصوص که بالاخره این ثبت جهانی میشه؟ گفتیم آقا بالاخره این یک نظریه است، ممکنه تا پرونده نره یونسکو، تا این پرونده مثلا معرفی نشه یا مثلا در فهرست قرار نگیره، ارزیابی نشه، ما که نمیتونیم قطعیت این موضوع بگیم. لذا خب اونجا مصاحب شد که اگر این قطعیت این موضوع هر وقت اثبات بشه، تعهد میدن که اینا جمع کنن. صورت جلسه همون هفته گذشته که شما بله. فرمودین بند 3 نوشته شده مقرر گردید در صورتی که احداث تلکابین در آینده مانعی در سطح جهانی اثر تاریخی طاقوستان ایجاد نماید، شهرداری نسبت به جمع‌آوری تلکابین اقدام کند. دستگاه اقدام کننده هم شهرداری و میراث فرهنگی استان اعلام شده. بله خب. همین موضوع بود دیگه، گفتن که اگر این اتفاق افتاد از سوی میراث فرهنگی اعلام بشه، شهرداری باید اینا جمع کنه. خب شهرداری چطور حاضر میشه؟ اون همه هزینه یه تعهد داده دیگه، بالاخره میتونه از خودشون بپرسین، چیزی که امضا داده. دقیقاً الان طبق بله صحبت شما رو قبول دارم. بله. شما فرمودین که از زمانی که در واقع این بحث مطرح شده که حالا همدان خیلی جلوتر از استان کرمانشاه هست و این موارد، یکی از مهمترین مشکلاتمون نبود زیرساخت بوده. یکی از زیرساخت‌ها هم قاعدتاً خب به این فکر کردن که چقدر عالی ما مثل گنجنامه بیایم یک تلکابینی رو ایجاد بکنیم. چرا زیرساخت رو باید اول از همه از تلکابین شروع کنیم؟ الان ما چطور نمیتونیم، یعنی حداقل وقتی که سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه تبدیل شده،
اینکه قاعدتا شما به عنوان رئیس یک استان میتونید به نظر من برید حداقل به وزیر وزارتخانه اعلام بکنید که توی این شرایط که الان ما این همه کمبود زیرساخت داریم، به جای اینکه شهرداری بیاد اون همه هزینه رو بخواد برای تلکابینی بکنه که ممکن هستش 50-50 الان رسما همون برد و باختی که همین این وسط نمیدونن قراره چه اتفاقی براش بیفته، به جای اون کار چرا نمیاد این سمت اول شروع بکنه در واقع طرح رو از این طرف از زیرساخت‌های دیگه‌ای که میتونه برای حضور گردشگر تامین بکنه. اون همه مشکلات دیگه‌ای که شما فرمودید رو هم قاعدتاً هست، توی همه استان‌ها هم هست، ولی از طرف دیگه وقتی که تلکابین شروع بشه توی همون همدان هم مثل الان بحثی که در واقع در اطراف گنجنامه بحث ایجاد هتل قرفه‌هایی که برای حالا تسهیلات گردشگری که میرفت و آمد دارن، پارکینگی که باید قاعدتا برای گردشگر ایجاد بشه وقتی که قرار هستش بیاد توی اون محوطه، همه اینها باز هم میراث فرهنگی رو دچار چالش‌هایی می‌کنه که هی دائم باید مجوز بده مجوز نده، یه اتفاقات دیگه این وسط بیفته، چقدر دوباره قرار هستش وارد بحث حریم و عرصه و حریم تاق‌بستان بشه. خب این خودش هی دائم مشکلات رو جلوتر می‌بره. ببینید اینایی که شما میگید من اینجوری باید توضیح بدم خدمتتون. اولا در خصوص اظهار نظری که ما به عنوان دستگاه اجرایی باید در مورد هر پروژه بکنیم باید مطابق قانون باشه. ما مطابق همین ضوابط جدید عرصه تحریم تاق‌بستان ممنوعیتی برای زدن تلکابین در اون حریم وجود نداره صراحتا. چقدر فاصله خب میتونه داشته باشه از نظر همون ضوابط قانونی؟ ببین نقشه مشخصه، نقشه مشخص محدوده رو خط کشیده مشخصه. خب ممنوعیت قطعی نداریم، ممکنه در تفسیر ما بخوایم ممنوعیت بذاریم در به استناد چیزی، ولی من اینجوری برای خدمت شما عرض کنم اگر من بودم من میخواستم متولی بنان متولی گردشگری تلکابین اجازه بدم ساخته بشه در استان، هیچ وقت در تاق‌بستان نمیگفتم، چون توجیهش واقعا نیست. ببینید اونجا از نظر ترافیکی مشکل داره، اونجا از نظر اینکه توسعه بخواد پیدا کنه در اطراف اون تلکابین مشاغل دیگه شکل بگیره باز محدودیت داره. ما به دوستان هم گفته بودیم که بالاخره شما بیاید مثلا ما استقبال میکنیم که طرح گردشگری ایجاد بشه، مثلا برید در یک جای دیگه در کرمانشاه که خب منطقه کوهستانی ارتفاعات زیاد داره چه جنوبش چه شمالش، ولی میگم بحث اینه که اون و دیگه ما واقعا برای گردشگری وارد پیگیری این پروژه نشدیم که این پروژه به سرانجام برسه. گفتم عرض کردم که ما اصلا موافقت اصولی هم گفتیم نمیدیم برای گردشگری، چون توجیهش را اونجا مناسب نمیدانستیم، چون از نظر فنی از نظر سرمایه گذاری از نظر مسائل حول و حوش این که یه سرمایه گذاری کلانی شکل بگیره بعدا در اون بتوانیم مشاغل اطرافش رو سامان بدیم تأسیسات دیگه گردشگری اضافه بشه، ما میدونیم که این محدودیت ها وجود داره، پس چرا بریم سراغ اینجور چیزی. حالا این نهاد دولتی بالاخره دوست داره خودش انجام بده، از چند سال قبل مجوز هم دستشه، بره هر محکمه هم میگه من مجوز داشتم. وسط سال 98 بود که ما خودمون یک دیداری رو داشتیم با وزیر محترم میراث فرهنگی. خب این جلسه که ما داشتیم با جناب آقای مونسان خیلی خوب بود، الحمدلله تونستیم مجوزی که سالیان سال مشکل برای یه شهر کرمانشاه ایجاد کرد مجوزش رو بگیریم. الان ما مجوز در واقع میراث فرهنگی رو داریم الحمدلله. از هم آقای مونسان امضا کردن مجوز رو دیگه مجوزش رو داریم، ممکنه مجوز اصلا خودشان هم امضا نکنه زیر دستاش معاونین، ولی مجوزش رو ما داریم. داله بر اینه که در واقع آقای طالبیان و اینها سوی جلسه کردیم، بله معاملش اگه یادم باشه طالبیان بود که سوی جلسه کردیم، حتی آقای مصری هم امضا کرده، حتی معامل استاندار آقای سالاری هم امضا کرده، ما هم امضا کردیم و یه سوی جلسه اینجوری شد و در واقع اشاره هم شد به اون مستندات و مجوزات قبلی که قبلا گرفته شد. صورت جلسه ای که الان منتشر شده درست شبیه اینه که همه گویا کسایی که توی اون جلسه بودن میدونن که دارن روزه شکدار میگیرن، پس چون این روزه شکداره میایم یه بند سومی میذاریم که اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم بیایم همه اون صورت جلسه صورت مسئله رو کلا بالاخره ببینیم. مباحث حقوقی هم توی این مسئله مطرحه. ببینید ما نمیتونیم مثلا الان گاهن بوده مثلا برخوردیم ما با مشکل دستگاه نظارتی که بله مثلا بالاخره شما اگه اینجا این اجازه داده چرا کارشناس شما تایید نمیکنه، یعنی این مسائل هم داریم، چون ما یا یه جایی هست اصلا اثری ضابط حریم مصاحب نداره به فرض میگم، گاهن به ما میگن چون هنوز مصاحب نداره شما چرا مثلا اجازه نمیدی این بسازه. امضای اول رو که
که امضای آقای موهبلی که برای پروژه اول و در واقع برای طرح اول ببین نه اصلا راجع به کلیت دارم میگم اینم تعمیم داده میشه چون ما رو ممکنه با یه چالش حقوقی مواجه بکنه بعد ما جبران خسارت هایی را داریم بالاخره دستگاه دولتی هستیم یک مسائل اینچنینی هست در هر حال برآینده صحبت هایی که عرض کردم خدمت شما اینه که ما به عنوان میراث فرهنگی دستگاه اجرایی هستیم تابع قوانین و مقررات اجرایی هستیم و فراتر از اون هم نمیتوانیم صحبت بکنیم یعنی مثلا نمیتوانیم نظریه علمی بدیم.